همراه هستیم با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه. آقایی، اون چی که خبرگزاری مهر بهش اشاره کرده اساسا چقدر قابل استناد این گزارش به نظر شما؟ البته هنوز تایید نشده این خبر از توی مقامات غربی و یا حتی مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ولی با توجه به اینکه جمهوری اسلامی هم در بُعد داخلی و هم در عرصه بین‌المللی تو موضع ضعف قرار داره، به نظر میرسه که احتمالاً با یک سری اقدامات تاکتیکی هم در بُعد منطقه‌ای و هم در بُعد اون موضوع بحران اتمی خودش میخواد که امتیاز بده، قصد نرمش داره. و چون دولت بایدن هم اون اولویتش در بار جمهوری اسلامی دیپلماسی هست فعلا و نه جنگ، به خاطر همین اگر این موضوع صحت داشته باشه، یعنی موضوع امتیازدهی جمهوری اسلامی در رابطه با اون سایت های مشکوک اتمی از جمله مریوان یا همون آباده، به نظر میاد که اونا استقبال خواهند کرد و فعلا بتونن حالا از این طریق موقتا از احتمال بروز درگیری نظامی یا اینکه یک گزینه که پر ریسک باشه در قبال جمهوری اسلامی جلوگیری بکنن. یک توافقی بر سر حداقل ها مینیمم و بر سر خطوط قرمز بهش دسترسی پیدا بکنن. ما اینو باید دقت داشته باشیم که این خبرها و این کلا تحولات اخیر در رابطه با احتمال حالا یه توافق حداقلی بین تهران و حالا غرب در شرایطی داره بیشتر منتشر میشه که جنرال هرتزی هالوی، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، همین چند روز پیش در رابطه با احتمال اقدام به خاطر تحولات منفی در افق برنامه اتمی جمهوری اسلامی خبر داده بود. به نظر میرسه که اسرائیلیان نگران یک سری از انفجارهای در واقع اون بحث وپنایزیشن خود برنامه اتمی هستن که مبادا جمهوری اسلامی به سمت ساخت بمب اتم بره و بخواد مسئله انفجار رو توی این روند در دستور کار قرار بده. به خاطر همین با توجه به سفر سلطان عمان هم به نظر میرسه که احتمال داره که ما به یک توافق حداقلی برسیم، ولی بازم با قطعیت نمیشه گفت. آقای با توجه به اینکه سابقه نشون داده که جمهوری اسلامی از به اصطلاح فعالیت‌های اتمی خودش اونچنان عقب نشینی به احتمال زیاد نخواهد کرد، غرب هم بارها گفته که دیگه نمیشه به برجام گذاشت، یعنی جمهوری اسلامی به مرحله رسید که دیگه نمیشه به برجام گذاشت، چقدر فکر می‌کنید که اساسا اگر توافقی اتفاق بیفته این توافق طولانی مدت خواهد بود؟ تاکتیک جمهوری اسلامی خریدن زمان هست. این چیزی هستش که در واقع در راستای اون عملیات‌های فریبی که جمهوری اسلامی به کار می‌بره در برخوردش با غرب ما به وضوح اینو شاهد هستیم. ببینید گزینه‌هایی که قدرت‌های اروپایی و آمریکا در برابر جمهوری اسلامی دارن این هستش که ادامه بدن وضع موجودو. ادامه دادن وضع موجود هم این هستش که اونها مجبور هستن که جمهوری اسلامی رو به عنوان یک بازیگری که در آستانه ساخت بمب اتمی هست بپذیرن، نه خود بمب اتمی، یعنی همون threshold state، یا اینکه بیان یک توافق دراز مدت‌تر و قوی‌تر، اون چیزی که آنتونی بلینکن میگفت رو بهش دسترسی پیدا بکنن که اونم عملاً فعلاً در کوتاه مدت ممکن نیست، به خصوص که روسان به نظر نمیاد زیاد همکاری بکنن به خاطر جنگ اوکراین با آمریکایی‌ها. یه توافق حداقلی میتونه به وجود بیاد، یعنی همین مسئله که ما الان می‌بینیم ممکنه که در ازای این امتیازی که تو این سایت‌های موشکی میدن، اگر میگم صحت داشته باشه، و بعد آزاد کردن زندانیان دو تابعیتی مثل سیامک نمازی، مراد طاهباز و عماد شرقی، جمهوری در ازاش مثلا 7 تا 10 میلیارد دلار از اون دارایی بلوکه شده خودش توی کره جنوبی و عراق رو در واقع بگیره از آمریکا، و به این شکل با توجه به اینکه حالا مبادله اسدالله اسدی دیپلمات بمبگذار جمهوری اسلامی رو هم داشتیم، ممکنه اینجور توافقات رو که خیلی حداقلی است برسیم بهش، یا اینکه نه یه گزینه غرب، قدرت اروپایی و آمریکا، حالا به خصوص اسرائیل هم جنگ هستش، یعنی حالا احتمالاً با مشارکت آمریکا که این خیلی پر ریسکه و عملاً ممکنه در کوتاه مدت جواب نده. ولی به نظر من نکته بسیار مهم این است، اینکه جمهوری اسلامی هر زمان که توافقی نیست در کار میاد این برنامه اتمیشو مثل شمشیر داموکلس بر سر غربیا میگیره، میگه به من پول بدید و یا نه من میرم به سمت ساخت بمب اتمی، و عملاً میخواد که یه سری پول‌های رو اون دارایی بلوکه شده‌اش رو از غربی‌ها بگیره. زمانی هم که توافقی میشه که حتی حداقلی باشه، بازم برنامه اتمی جمهوری اسلامی متوقف نمیشه، یعنی اونا یک سایت دیگه، یه دو ماه دیگه، سه ماه دیگه، شش ماه دیگه در واقع خبر میاد که سایت مشکوک دیگه رو داره جمهوری اسلامی داره در واقع کار اتمی انجام میده. بنابراین در تحلیل نهایی به نظر من جمهوری اسلامی از این کارت اتمی همواره برای فریب غرب استفاده کرده. نمی‌خوام بگم غرب فریب جمهوری اسلامی رو خورده، ولی حداقل به این فریب تن میده برای اینکه بین
گزینه نظامی و گزینه مماشات، همیشه گزینه مماشات رو انتخاب کرده و به نظر میرسه سیاست دولت بایدن هم همون سیاست مماشات اوباما هستش فعلا در مقطع فعلی و نمیخوان که وارد گزینه نظامی با جمهوری اسلامی بشن. ممنون میشم اگر خیلی کوتاه هم بگید که فکر میکنید که این مماشات تا کی میتونه ادامه داشته باشه اساساً با جمهوری اسلامی. هر زمان که جمهوری اسلامی در واقع اهل نرمش و امتیاز دادن باشه به نظر من این مماشات ادامه پیدا خواهد کرد. ولی یه نکته بسیار مهم این هستش که من فکر میکنم در این حال یک سری از قدرت اروپایی و حتی آمریکا به خصوص اسرائیل میخوان جمهوری اسلامی ضعیف بشه، یعنی همچنان ضعیفتر و ضعیفتر بشه بدون اینکه وارد گزینه نظامی بشن. به صورت به یک شکلی در واقع فرسایشی جمهوری اسلامی رو ضعیف میکنن. زمانی که جمهوری اسلامی کاملا ضعیف شد اون موقع در واقع گزینه نظامی رو به کار ببرن، هم در رابطه با برنامه اتمی و دیگر تهدیدهای ترکیبی، و اون موقع بتونن جمهوری اسلامی رو از پا در بیارن. ممنونم از شما حسین آقایی که ما رو همراهی کرد.